دو وکیل دادگستری در ایران با ثبت شکایتی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی این افراد را متهم کردند که با تصمیمات خود در زمینه مدیریت کرونا باعث به خطر افتادن جان شهروندان و مرگ هزاران نفر شدند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در استودیو با ماست و جزئیات را از اون می‌شنویم. مهتاب، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی دو وکیلی‌اند که این شکایت رو به ثبت رسوندن. شکایتی علیه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین و اعضای ستاد مقابله با کرونا در دولت قبلی. و این شکایت این افراد رو متهم میکنه که با تصمیمات خودشون باعث مرگ هزاران نفر شدند. این شکوایه 22 صفحه‌ای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو به تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100 هزار نفر از مردم ایران، سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین در زمینه مقابله با ویروس کرونا متهم میکنه. آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی در شکوایی‌شون که روز یکشنبه اون رو ثبت کردن، از دادستان خواستن در این باره به نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی هم توجه کنه. یک سال بعد از شیوع ویروس کرونا و در اوج گسترش این بیماری، در دیماه 99 آیت الله خامنه ای واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا رو ممنوع اعلام کرد. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. چند ماه بعد با بحرانی شدن وضعیت و افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، او از حرف خودش عقب نشینی کرد و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. اما دستور اولیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت خرید واکسن‌های غربی به تأخیر در واردات واکسن و کندی روند واکسیناسیون در ایران منجر شد و طی اون مدت تعداد زیادی از شهروندان ایران قربانی این ویروس شدند. و حالا اقدام این دو وکیل در ثبت شکایتی در این زمینه مورد استقبال شماری از همکارانشون و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. بسیاری از کاربران اونها رو وکلای شجاع و با شرافت نامیدند. آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی مرداد امسال همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز و لیلا حیدری به خاطر قصدشون برای طرح این شکایت بازداشت شده بودند که مهدی محمودیان از اون زمان همچنان زندانیه. در همین حال گزارش‌ها از ایران همچنان حاکی از تعداد بالای قربانیانه. طی 24 ساعت گذشته 226 نفر دیگه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشون رو از دست دادن. سویه غالب در ایران الان اومیکرونه و راه مقابله با اون تزریق دوز سوم واکسن. بنابر آمار وزارت بهداشت، تا کنون 23 میلیون نفر دوز سوم واکسن رو دریافت کردن و در حال حاضر بیش از 4000 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند و روزانه هزاران بیمار دیگر هم شناسایی می‌شوند.